خیلی ممنون، خیلی متشکر. خدا انشاءالله حفظ کنه شما. خیلی ممنون، خیلی متشکر. خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید که از وقت استفاده کنید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه و نصلی و نسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين وصلى الله على أئمة المؤمنين وهداة المستضعفين وحماة المؤمنين. این دو هفته‌ای که بر ما گذشت دو هفته پرماجرا و استثنایی بود. ماجراهای تلخ، ماجراهای شیرین، حوادث درس آموز در این دو هفته برای ملت ایران پیش آمد. یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند. اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادند. این یکی از ایام الله است. اون چه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. اون روزی هم که موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. این دو روز رو جزء ایام الله در همین چند روز گذشته، در همین دو هفته گذشته در مقابل چشم خودمون ما ملت ایران مشاهده کردیم. اینها روزهای نقطه عطف تاریخند، روزهای تاریخ سازند، روزهای عادی نیستند. اینها اینی که یک نیروی، یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزء ایام الله هست.
روزها تمام میشن، لکن تأثیرات این روزها در زندگی ملت‌ها باقی میمانند. چه شد که پس از تلاش امپراتوری خبری صهیونیسم در چند روز قبل از این حادثه و بعد از این حادثه، امپراتوری خبری صهیونیسم در همه دنیا سعی کردند نام سردار بزرگوار عزیز ما رو متهم کنند به تروریسم. خود رئیس جمهور آمریکا گفت، وزیر خارجش گفت، دستگاه‌های خبری صهیونیستی در همه دنیا تکرار کردند تروریست تروریست. خدای متعال سطح رو درست به عکس آنچه که آنها می‌خواستند ترتیب داد. نه فقط در اینجا، در ایران، در کشورهای مختلف مردم به روح این شهید بزرگ درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیست‌ها رو آتش زدند. خود این شهادت هم یکی از آیات قدرت الهی است. رسوایی دولت آمریکا، دولت بی‌آبروی آمریکا، رسوایی این دولت رو رقم زد. اینها کسی را که سرشناس‌ترین و قوی‌ترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه، قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد به یک منطقه ای که در محاصره 360 درجه‌ای دشمن است؟ شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود، در محاصره کامل دشمن. جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان فرماندهی ندارند، چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی می افته جان پیدا می کنند، روحیه پیدا می کنند، انگیزه پیدا می کنند، محاصره رو از بین می برند و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن. کی میتوانه این کارا رو انجام بده؟ فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، قوی ترین و سرشناس ترین فرمانده، این رو ترور کردند. در میدان روبروی جنگ با او مواجه نشدند، اون رو دزدانه و بزدلانه به صورت ترور دولت آمریکا او رو ترور کرد. خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد. در این منطقه تا قبل از این حادثه این جور کار مخصوص رژیم صهیونیستی بود که افراد رو ترور کند. رهبر حماس رو ترور کردن و گفتن ما ترور کردیم، رهبر جهاد رو ترور کردن گفتن ما ترور کردیم، ترور میکردن و میگفتن ما کردیم. آمریکایی ها آدم خیلی کشتند، در عراق، در افغانستان، در جاهای دیگه هر چی توانستن آدم کشتند، ترور کردن، منتها اعتراف نمیکردن که ترور کردیم. اینجا اعتراف کردن که ترور کردیم. اینجا رئیس جمهور آمریکا به زبان خودش خدای متعال میزنه پشت سر، پشت گردن افراد که خودشون اعتراف کنن. اعتراف کردن که ما تروریست هستیم، گفتن ما ترور کردیم. این رسوایی از این بالاتر چه میشه؟
پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. این یوم الله تشییع جنازه و شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر. این ضربه به آمریکا بود، البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. آمریکا سالهاست در سوریه، در عراق، در لبنان، در افغانستان ضربه میخوره از دست قدرتمند مقاومت، ضربه میخوره، لکن این ضربه از همه اونها بالاتر بود. این ضربه، ضربه حیثیتی بود، ضربه به ابهت آمریکا بود. این ضربه با هیچ چیزی جبران نمیشه. حالا اعلام میکنن که ما تحریم کردیم، تحریم ها رو افزایش میدن، اما این کار نمیتوانه آبروی از دست رفته آمریکا رو برگردانه. سپاه قدس یک نیروی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا میکنند، کرامت مستضعفان رو حفظ میکنند، خود رو بلاگردان مقدسات و حریمهای مقدس میکنند. سپاه قدس رو به این چشم نگاه بکنیم، اون وقت همینها، همین کسانی که با جان خودشون، با همه توان خودشون به کمک ملت‌های دیگر و ضعفای اطراف منطقه که در دسترس اونهاست می‌روند، همین‌ها سایه جنگ و ترور و تخریب رو از کشور خودمون هم دور می‌کنند و دفع می‌کنند. به کمک فلسطین و غزه و دیگر مناطقی که به وجود آنها نیاز هست می‌روند، اما برای کشور خودمون امنیت ایجاد می‌کنند. اون دشمنی که آمریکا او رو تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز. داعش رو درست کردن نه برای اینکه در عراق فقط مسلط بشود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. اونها میخواستن از این طریق امنیت ما رو، مرزهای ما رو، شهرهای ما رو، خانواده های ما رو دچار ناامنی و تشویش بکنند. اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه و نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن. اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود، جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتن، از کشور دفاع کردن، از ایران دفاع کردن. انگویان دولت شریر آمریکا هی تکرار میکنن که ما در کنار مردم ایرانیم. دروغ میگید. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود رو به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از این هم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید.
ملت ایران در این قضیه خود رو نشان داد، باطن خود رو نشان داد، قاعده و زیربنای فکری خود رو ملت ایران نشان داد. یک نکته دیگر، یکی از کارهای دیگری که این را هم عرض بکنیم، یکی از کارهای دیگری که برای تحت الشعاع قرار دادن این حوادث بزرگ انجام دادن، همین کاری است که این سه دولت اروپایی کردند، دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه و دولت آلمان، تهدید ایران که ما مسئله هسته‌ای رو بار دیگر به شورای امنیت میبریم، که البته مسئولین کشور خوشبختانه پاسخ اینها رو دادند، محکم جواب محکم به اینها داده شد. این سه کشور همون سه کشوری هستند که در دوران جنگ تحمیلی به ما تا توانستند به صدام حسین کمک کردند. دولت آلمان ابزار وسایل شیمیایی و سلاح شیمیایی رو در اختیار صدام حسین گذاشت که شهرها و جبه ها رو با اون سلاح هدف قرار بده، که هنوز آثارش در بین رزمندگان قدیمی ما وجود دارد. دولت فرانسه سوپر اتاندارد رو برای زدن کشتی های نفتی ما در اختیار صدام حسین قرار داد. سوابق اینا اینه. دولت انگلیس با همه وجود در خدمت دشمنان ما بود، در خدمت صدام بود. اینا اینجوری هن، سوابقشون اینه، امروز هم اینجوری دارن عمل میکنن. به اینها، به این چشم باید نگاه کرد. بنده از اول هم گفتم اوج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف میزدن، هی یاوه‌گویی میکردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو آمریکا هستند. اینا پادو آمریکا هستند. وقت این دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران رو به زانو در بیارن. آمریکا که بزرگتر شما بود، پیشرو شما بود، ارباب شما بود، قادر نبود ملت ایران رو به زانو در بیاره. شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید ملت ایران رو به زانو در بیارید. اینها مذاکره هم که میکنن، مذاکره شون آمیخته با دغل و فریبکاری است. این همان کسانی که پشت میز، میز مذاکره ظاهر میشوند، اون جنتلمن های پشت میز مذاکره همون تروریست های فرودگاه بغداد هستند. اینا همونان، تفاوتی نمی کنند، لباس عوض می کنند.
دست چدنی است که پوشش مخملی به دستکش مخملی رو بیرون میاره و خودشو نشان میده، ولی باطن همون باطن است، تفاوتی نداره. اینها نمیتوانند کسانی باشند که انسان به اینها اطمینان پیدا کنه. خب حالا ملت ایران این حادثه رو شناخت، قدر و قیمت اون رو دانست، حالا باید چکار کنیم؟ من در یک کلمه عرض میکنم، ملت عزیز ایران باید همتشون این باشد که قوی بشن. تنها راه در پیش پای ملت ایران عبارت است از قوی شدن. باید تلاش کنیم قوی بشیم. ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت. ما به حمد الله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قویتر هم خواهیم شد. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست، قدرت نظامی نیست، اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشه، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمون به نفت، جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند. پشتوانه همه اینها هم حضور مردم عزیزمون در صحنه است. باید ملت ایران و مسئولین کشور تلاششون برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد، با اتحاد، با حضور، با صبر و استقامت و با کار سخت و پرهیز از تنبلی. این اگر شد، به توفیق الهی، به فضل الهی، ملت ایران در آینده نچندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند.